سلام عرض می کنم خدمت همه شما دانش آموزای عزیز آموزشگاه علم پژوهان و چون پایه هشتم داریم مطمئنم چند تا از دانش آموزان عزیز مدرسه میر حبیبی نمونه دولتی میر حبیبی هم پیش ما هستن. به همتون سلام عرض می کنم. بچه ها قبل از اینکه درس رو شروع بکنم یه چند دقیقه چند تا صحبت مهم باهاتون دارم. اول از همه بچه های آموزشگاه لایو جلسه قبل رو حتما ببینن. نکته بعدی امروز جزوه فصل 6 تمام میشه و یه بخشی از حقالا یا تدریس میشه یا برای جلسه بعد موکول میشه تدریسش. بچه ها یک دفتر جلو دست خودشون بذارن، الان یه چند دقیقه صبر میکنیم، یک دفتر جلو خودشون بذارن، جزوه آموزشگارم بذارن، باز بکنن صفحه 96 رو، صفحه 96 90 رو ببخشید صفحه 90 رو جلوی خودشون باز بذارن. ما هر سوالی که حل نکردیم رو با همدیگه شروع میکنیم به تمام کردن جزوه. بچه های مدرسه میر حبیبی از بنده خواسته بودن که تا جزوه آموزشگاه علم پژوهان براش قرار بدم. در کانال تلگرام خودم امین اکبری آنلاین مت وجود داره، پی دی اف جزوه آموزشگاه میتونید از اونجا برش دارید. بچه ها خواهشی که ازتون دارم مراقبتاتون رو جدی بگیرید، لطفا دستاتون رو مرتبا بشورید، تو خونه استراحت بکنید، میوه بیشتر مصرف بکنید تا این ایام بتونید راحت‌تر سپری بکنید. موضوع جدیه که باید رعایت بشه، ولی اونقدر که حالا تو رسانه‌ها بزرگ شده بزرگ نه نیستش و فکر میکنم من دیروز اگر اشتباه نکنم ساعت 4 بعد از ظهر یک لایوی آموزشگاه با آقای دکتر نعیم حسینی گرفتن دیروز ساعت 4، که چون هنوز ساعت 4 هم نشده در آمون در 4 امروز 24 ساعته حذف میکنه تلگرام لایو رو، ببخشید اینستاگرام لایو رو، میتونن برن اونجا سوالات متعددی رو بچه ها پرسیدن و آقای دکتر نعیم حسینی زحمت کشیدن و جواب دادن و واقعا هم متشکرم از مدیریت آموزشگاه علم پژوهان جناب آقای پور جباری که زحمت میکشن و این شرایط رو آماده میکنن از آوردن دکتر متخصص و هر چیز دیگه جهت آموزش دانش آموزان و اولیای عزیز، همچنین از خانم اکبری که هر روز زحمت میکشن و در آموزشگاه هستن تا امورداری آموزشگاه انجام بشه. از همشون سپاسگزارم. بچه ها ما درس رو میخوایم شروع کنیم. اون سوالاتی که به ذهنم میرسه حل نشده رو یک بار دیگه حلش میکنم و جزوه رو تموم میکنم. اگر حل شده بود، ممکنه البته برای مثلا کد شنبه حل شده باشه، برای کد پنجشنبه حل نشده باشه، به جهت ترتیبی که ما روز شنبه اومدیم برای بچه های شنبه هفته گذشته رو میدم، شنبه هفته گذشته اومدیم برای بچه های کد شنبه هشتم، ولی واسه پنجشنبه که به ترتیبی کرونا کشید، به همین خاطر ممکنه مثلا شنبه یا حل اینو داشته باشن ولی یک شنبه یا حلش رو نداشته باشن. بچه ها خوب به من دقت بکنید. سوال ده صفحه 90. بچه ها ما تقریبا نزدیک 50 دقیقه لایو داریم. اگر درس تموم شد که لایو تمومه، اگر تموم نشد بهتون میگم که 10 دقیقه استراحت کنید مجددا لایو بریم که به احتمال خیلی زیاد تمام خواهد شد. البته سوالی هم اگر دارید بپرسید، دوستانمون هستن به من اطلاع میدن که دانش آموز این سوال گذاشته و این سوال رو برای شما رو یا توضیح بدید یا این نکته رو بهش دقت بکنید. بچه ها خوب به من گوش بدید. دیگه مثلث های متساوی و ساقط، بذارید الان من قلم رو بردارم با آمیده بیست. مثلث های متساوی و ساقط یعنی زاویه پای ساق برابر، اصلا همین که میگه متساوی و ساقه یعنی زاویه پای ساق برابر، اندازه خطهای مجهول را به دست آورد. بچه ها الان به شما گفته کل آ نگاه بکنید 40 درجه، ما بعد این فکر نگوزه به اینا رو به دست داریم آ 40 و اینا هم نهشتن. بچه ها هم نهش یعنی همه چیز شما هم برابر. الان آ 40 باشه یعنی یه گوشش 20 درجه است، این یکی گوشش هم 20 درجه است، پس ایگرگ میشه 20 و پیدا کرده و همین سادگی ایگرگ میشه 20. بچه ها 40 درجه باشه من 180 رو به نوعی 40 بکنم ببینم چند تا به این پایینی آورده بدم،
میشه 140 تا. بچه ها متساوی و ساوی یعنی زاویه پای ساو برابر، یعنی اندازه اینجا با اندازه اینجا یکیه. خب میگم 140 که مونده تقسیم بر 2 میکنم میشه 70. پس 70 تا اینجا، 70 تا اینجا. بچه ها زد رو ببینید، زد الان همین زاویه پای ساو دیگه، پس زد هم میشه 70. چرا؟ چون زد با این بی و سی برابر، امونه با این بی و سی برابر هم نمیشه. حالا بچه ها این 8 باشه چون متساوی و ساوی، این 8 یعنی x هم باشه و همین ساده. یک بار دیگه مثلث متساوی و ساوی یعنی زاویه پای ساو برابر، خودش آ رو داده 40، کلش 40، هر تیکش 20. ایگره گره اینجا این زاویه کوچولو پایین رو میگه، ایگره گره میشه 20 چون با این برابره. 140 از 180 درجه کم میکنم میشه 140. 40 بعد 140 باید به طور مساوی بین این دوتا تقسیم بشه، تقسیم بر دو میکنم میشه 70-70. چون اینا با هم برابرن، این 70 باشه این بالایی هم میشه 70 چون این مثلث چرخیده. x مونم چنده؟ 8. چرا؟ چون این 8 اینم 8 اینم میشه 8. بچه ها این 6 این چنده؟ اینم 6، هیچ تفاوتی نداره. بچه ها چند ثانیه میرم کنار که اگه میخواین یادداشت بکنید یادداشت بکنید، اگرم زمان نرسید که یادداشت بکنید خوب به من دقت بکنید، ویدیو رو نگه دارید، بعد از اینکه لایف تموم شد این قابلیت وجود داره که ویدیو رو نگه دارید، یا اگر همین الان دارید نقد رو در کانال تلگرام آموزشگاه میبینید، الان منظورم چند روز دیگه است که فایل میادش میشه، قشنگ استوپش بکنید یادداشت بکنید برید سوال بعد. من 2-3 ثانیه 10 ثانیه کنار وای میستم که بتونید اینا رو یادداشتش بکنید، بعدش میرید صفحه 91 90 رو میرید 91. اینو حل کردیم، سوال 11 در لایو قبلی حل شده، این سوال هم یادمه که حلش کردیم، این سوال هم حل شده که دو زد با زد برابر بود و این سوال آخر میمونه، سوال صفحه 91 سوال 14 تو لایوهای قبلی یا کلاسای خودآموزشی قبلی ها رو حل کردیم. بچه ها میگه نقطه M وسط آسیه، بچه ها آسی M وسطش باشه یعنی دوتا با هم چی هم؟ برابر. خب تمام، این 4 سانتیمتر، این هم 4 سانتیمتر، خب دوتا با هم برابر. چی میمونه؟ میگه چرا ABM این علامت همنهشتیه، همنهشته با MCDه. خب باشه قبول داری قائم الزاویه است؟ بله خودش گفته قائم الزاویه دوتا حالت داشت، حالت VZ یعنی وتر و یک زل، حالت وز وتر و یک زاویه تند. بچه ها اگر تو قائم الزاویه میتونستم وتر رو بگم برابر، خب از این میرم 4 و 4 برابر این وتره دیگه، ببینم این 4 سانتیمتر ها وتر هم، وتر ها با هم برابر هم. خب بنویس میتونی از حالت وز بری دیگه، نیاز نیست 3 تا دلیل بیاری. میگم EM مساوی با EM مساوی با 4 سانتی متر. بعدی یه زل باید مثال بزنم، الان علامت دادم زل رو، AM مساوی با MC مساوی با چی؟ چرا؟ چون M وسط آسیه. حالا به حالت وتر و یک زل مثلث ABF هم نهشته با MBC. حالا بچه ها یه بار دیگه اگر تو قائم الزاویه میشد و ترابط از این حالت ها میریم، اگر نمیشد از این حالت های زه زه میریم، سه زه
دو زرو زا میده دو زا بیو زده بین از اونا میده. خوب به من گوش بدین، الان من اینو نوشتم، چند ثانیه میرم کنار تا یادداشتش بکنم. خب بریم برای قسمت بعد. بچه ها میگه چهار زدیه ای اف جی اچ نسبت به خط افقی مقادیر ایکس حاصل تقارن ای بی سی بی نسبت به خط افقی مقادیر ایکس ایگرگ را به دست آورد. یادم نیست اینو به دست آوردن یا نه. بچه ها دقت بکن دست منو، این الان حاصل اینه، این اومده اینجوری بالا، نگاه بکن، این اینجوری بوده اومده بالا، یعنی این اگه به چرخ بیاد بالا سه ایکس منهای دو مساویه با چیه؟ اینه. ایگره مساویه با چیه؟ اینه. نگاه بکن اینجوری به چرخ بیاد بالا با شستم که کاری ندارم، از قصد دادم که اشتباه میکنم. ایگره که شد 120 تمام میمونه سه ایکس منهای 20 مساوی با دو ایکس و علاوه سی. یه معادله ساده ایکس ها رو جمع کن سمت چپ، عددها رو بر سمت راست، میشه سه ایکس مثبت دو ایکس بیاد این ور علامتش عوض میشه، میشه منفی دو ایکس مساوی با سی و علاوه 20. سه ایکس منهای دو ایکس میشه ایکس مساویه با 50 ایکس هم به دست آوردم. بچه چند ثانیه میرم کنار تا یادداشتش بکنیم. یه بار دیگه فقط توضیح بدم، گفته این خط حاصل تقارنه، تقارن یعنی قرینه شده، این الان تقارن بشه یعنی این نسبت به این چرخیده. ببین این الان نسبت به این به چرخه میاد اینجا، نگاه کن بی میادش پایین رو اف، دی میادش رو اچ، ایگرگ میشه 120 سه ایکس منهای 20 با دو ایکس به علاوه سی هم برابره. پس من ایکس ایگرگ رو میتونم به دست بیارم. این 60 چیه؟ 60 کاریش نداشته باش واسه رد کنی بهت دادم. اینم آی نیست، دستم خورده، دارم درستش کنم که بعدا مشکل نخوره. تموش. بیایم سوال 16. بچه ها تو سوال 16 میگه مقدار ایکس ایگرگ را به دست آورد. بچه ها تو این سوال برای بچه های میرحبیبی فکر کنم خیلی از اینا حل کردن، ولی برای بچه های آموزشگاه اولی توی جلسه ای که جمعه داشتیم یادتون باشه قبل از تعطیلی روز انتخابات، بچه هایی که برای حل مثال بیشتر اومده بودن اینا رو دیدن، بچه هایی که شنبه اومدن هم دیدن، پنج شنبه هایی که جمعه نیومدن هنوز ندیدن. خوب به من دقت بکنم، میکشمش این برتر که این گوشه بنویسم، اگر جا نشد میرم توی صفحه دیگه جا. بچه ها همیشه به زوزنقه دادن، همیشه این از اینجا بکشش پایین، اینجا یه 90 درجه تشکیل بده. این اصطلاحا میشه مستطیل. خوبه من گوش بده، میشه مستطیل. بالا 6 باشه این یه تیکه آبی هم 6ه. خب حالا اینجا x باشه اینم xه. بچه ها خوبه من دقت بکنید، این x باشه اینم xه، چرا؟ چون زلای رو به روی مستطیل هم. این 6 باشه اینم 6. بچه ها این کلش نهه، نگاه بکنید کلش نهه. پس این یه تیکه چند باید باشه؟ میگم 9 منهای 6 میشه 3. بچه ها قانون فیثاغورس چی میگفت؟ میگفت بتر به توان 2 میشه زل 1 به توان 2 به علاوه زل 2 به توان 2. همون قانون فیثاغورس. گفتیم دو تا قانون فرعی داریم، اگر بتر رو نخواهیم چی کار میکنیم؟ گفتیم اگر بتر رو نخواهیم، یعنی بتر معلوم باشه، بتر 5 دیگه معلومه، زد رو بخواییم میگیم زد یک مثلا به توان دو میشه بتر به توان دو منهای زد دو به توان دو. از این قانون دومیه میخواییم بدیم،
الان دل یک هم چیه؟ x. میگم x به توان دو میشه وتر به توان دو. وتر چیه؟ 5 به توان دو منهای 3 به توان دو. x به توان دو میشه 25 منهای 9 مساوی با 16. بچه ها x به توان دو شده 16، x میشه رادیکال 16 مساوی با 4. پس x هم چند شد؟ 4. یه راه ساده ترم به یاد داده بودم، یادت باشه گفتم این عددها رو حفظ کن، 3 4 5 همیشه چی هم کیسا قرسن. الان 5 3 این چیه؟ 4. این ترکیباش رو حفظ کن، گفتیم زنیباش هم حفظ کن. 6 8 ده. 3 4 5 ضرب در 2 میشد، میشد 6 8 ده. اینم بلد باش. یه دونه دیگه عدد بهت گفتم، 5 12 13 اینا هم فیثاغورسن، دو برابر هم بشن فیثاغورسن. یادت باشه خیلی از سوالا رو قبل اینکه حل بکنی و طریق همین عددا به دست می آوردی و خیلی عددا دیگه که تو جزمم نکتهش هست. بیا میگم، میگه در شکل زیر مقدار x به گا به دست آورد. حالا میگه رو نگاه کن، یه خط میکشم اینجا صافش میکنم. خب این میشه 7. خب اینم میشه 8. بچه ها اینجا رو ندارم، نگاه کن اینجا رو ندارم، اسمشو میذارم آ. اینجا به چه کارم میاد؟ بچه ها ایگره کل اینه، نگاه کن ایگره کل اینه، من یه تیکشو دارم هفت. اگر اندازه این یه کوچولو رو به دست بیارم میتونم با هفت جمع کنم، بگم ایگره میشه همون، ایگره میشه جمع آه به علاقه هفت. اوکی اینجا قائم مزاویه تشکیل دادم، واسه این یه دینه مثلث فیثاغورس قانون میرم. از کدوم قانون میرم؟ از این یکی قانون. زل یک به توان دو میشه بتر به توان دو منهای زل دو به توان دو. حالا خوب گوش بده، این آ چنده؟ هیچی، مجهول منه. آ به توان دو میشه بتر هم چنده؟ ده. ده به توان دو منهای هشت به توان دو. بچه ها یه نکته خیلی 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 مهم، خوبه من توجه کنم، خیلی مهم بچه ها. الان یادت نره اینو به دست آوردی آخرش باید با هفت جمعش بکنی، یا خیلی مواقع آ رو به دست میاری یادتون میره ایگرگ رو باید به دست میآوردی. الان این هشته، این ده، این چنده؟ شیشه. معلومه گفتم شیش هشت ده، شیش هشت ده، ولی خب باید حسابش بکنیم، نمیتونیم یک جامعه نیست. آب توان دو میشه 100 منهای 64، آب توان دو میشود 36، آب میشه رادیکال 36 میشه 6. خب این از این میمونه. یه چند سال نمیزه سب بکنم اینا رو یاد داشتش بکنم، بذار یکم زومش رو کم بکنم. اگر که یاد داشته طول کشیده یکم رفته دست نزنم میکنم بهتر بشه. اوه تا برش گردنم به حالت قبلیش. وقت این رو بریم یه لحظه سب بکنیم. درست بچه ها یه چند ثانیه سب میکنم تا یاد داشتش بکنیم. دو سفر کوچیک کردم اون شکل کوچیک نشد. بچه ها چند دقیقه یاد داشتش بکنیم. سوال 17 رو حل کردیم تو لایو قبلی. ریحانه میخواهد نشان دهد دو مثلث عقابی و اسیدی همشون رو حل کردیم. تو لایو قبلی میتونید ببینید. قرار امروز جزوه رو تموم بکنیم. بچه‌ها سوال 18 رو در داخل آموزشگاه حلش کردیم. چی؟ بذار من درست.
میگه آیا مثلث مقابل قانون زاویه است؟ سوال 19 صفحه 92. بچه‌ها میگه آیا مثلث مقابل قانون زاویه هستش یا نه؟ بذاره با قرمز بنویسیم. بچه‌ها اگر قانون زاویه باشه چه اتفاقی میفته؟ قانون فیثاغورس توش وجود داره. فیثاغورس چی میگه؟ میگه بتر به توان دو میشه زر ای یک به توان دو و علاوه زر ای دو به توان دو. خب یعنی من اگر این قانون توش باشه یعنی قانون زاویه است؟ بله. کافی شما برای اینکه ببینید قانون زاویه هستش یا نه اینو تستش بکنید. خب وتر هم چیه؟ شیشه. این قائمت وتر هم میشه شیش، میشه شیش به توان دو مساوی با چهار به توان دو به علاوه رادیکال 20 به توان دو. شیش به توان دو میشه 36، چهار به توان دو میشه 16. بچه ها من الان این توان دو رو با این رادیکال خط میزنم، یه عددی به توان دو برسه با رادیکال خط میخوره دیگه، خطش میزنم. الان مثلا با یه رنگ دیگه میخواستم خط بزنم، الان خوبه؟ با این دو تا خطش میزنم. خوبه؟ خب الان 20 هم میاد بیرون، 36 مساوی میشه با 16 به علاوه 20، 36. بچه ها گفتیم اگر برابر شد میشه قائم الزاویه، اگر برابر نشد نمیشه قائم الزاویه. علاقه قائم الزاویه است؟ بله. چرا؟ چراش اینجاست، کل اینایی که نوشتیم چراشه. اوکی، حالا ما یه چند ثانیه میرم کنار که اگه میخواین یادداشت بکنید یادداشتش بکنید. خب بریم برای صفحه بعد. محیط شکل مقابل را حساب کن. بچه ها یه راه حل ساده بهتون داده بودم برای محاسبه این شکل، یه دونه راه حل ساده گفتم رادیکالی که کف قرار میگیره کنارش هم زیلش یک میشه، بعدی میشه رادیکال بعدی. اما یه عدد بگید جوابش میشه رادیکال، جوابش میشه دو و رادیکالیه، رادیکال چهار. الان ببین دو چه رادیکالیه؟ به توان دو برسونش، دو بار رفتادش ضربش بکن چهار. الان رادیکال چهار و یک بعدیشو میکنه رادیکال پنج، بعدیشو میکنه رادیکال شیش. این ویژگی بود که اموز درسش دادی، نیازی هم نیست فیثاغورس بگیری. اگر خواستی فیثاغورس بگیری باید یه بار اینو مجهول بذاری، اینو مثلا بذاری چه میتونم بی اصلا. خب بعد بیا بگی دو به بی به توان دو میشه یک به توان دو به علاوه دو به توان دو، بی به توان دو میشه یک به علاوه چهار مساویه با پنج، بی میشه رادیکال پنج. الان رادیکال پنج رو به دست بیاری، بعد برای آن کار دیگه بکنی، بگی آ به توان دو میشه رادیکال پنج به توان دو به علاوه یک به توان دو. خب آ به توان دو میشه دو با این رادیکال خط میخوره میشه پنج به علاوه یک میشه شیش، آ میشه رادیکال شیش. همون چیزایی به دست میاد که ما از اول گفتیم، یعنی تو رادیکال پایین رو ببین، یه دور بالا میشه پنج، یه دور دیگه بالا میشه شیش. حالا اینجا نگاه کن، الان رادیکال 6 میگه محیط رو حساب. ببینم با یه قرمز پررنگی محیط رو برات علامت بزنم. بچه ها محیط میشه این پررنگی که دارم علامت میزنم، نگاه کن، محیط میشه اینجا. الان من بخوام محیط رو حساب بکنم، ببین محیط با پی هم نمایشش میگه، محیط میشه این قرمزه که علامت دادم، یعنی توشو کاری ندارم، میشه دوه به علاوه یکه به علاوه یکه به علاوه رادیکال شیش. چجوری فرق میگه محیط یعنی جمع دور تا دور؟ میشه یک به علاوه یک به علاوه دو به علاوه رادیکال شیش. پی که محیطه میشه یک به علاوه یک دو، دو به علاوه دو چهار، چهار به علاوه رادیکال شیش هم مینویسم. آقای اکبری چهار با رادیکال 6 جمع نمیشه؟ نه این رادیکالیه این رادیکالی نیست. نه نمیسی رادیکال ده ها، نه نمیسی ها. خب من چند دقیقه میرم کنار تا یادداشتش بکنم.
خب بریم قسمت بعد. اینا رو هم حل کردیم بچه ها، قشنگ یادمه جلسه پیش همه این هم نشتی ها رو حل کردیم. بردم هم نشتی برات حل میکنم و نگران نباش، ولی دیگه تو جزوه تکراری حل میکنم. یه فایل دیگه آماده دارم کرده تمام شد این پس بچه ها، کل تمریناش تمام شد. میمونه جاخالی ها و چهار گزینه ای ها. تو اون جاخالی ها و چهار گزینه ای ها رو به عنوان تمرین تو خونه خودت انجامش بده. جلسه بعدی قبل از اینکه فصل هفت رو درس بدم، میام جاخالی ها و چهار گزینه ای ها رو برات انجام میدم که دیگه حداقل خودت یه تمرین تو خونه داشته باشی. قرار بود جلسه پیش بهت مشق بدم، مشق رو تو کانال تلگرام خودم و کانال تلگرام آموزشگاه بذارم، ولی وقت نشد. امروز برای این تمرین ها رو میذارم، نگران نباش. داخل کانال تلگرام آموزشگاه و خودم هست. بکنم یه بار کانال رو بنویسم بد نباشه. کانال ال آندرلاین پژوهان. بچه ها میتونید برید توی این کانال بردارید، کانال خودم هم که دارید داخل اونم میتونید استفاده بکنید. ال آندرلاین پژوهان. اگر عضو نیستید بعد کلاس حتما توش عضو بشید. اینم پاکیش بکنم. یه دفتر و کاغذ همین الان، یه 15-20 ثانیه به فرصت میدم. یه دفتر و کاغذ همین الان با همین الان یه دفتر و کاغذ باز کن، مثالی که می‌نویسم رو بنویس. همین الان رو بازش کن. میخواییم با هم دیگه مثال اضافه تر حل بکنیم. اول مثال شکلی دار برای حل بکنم، بعدش مثال این شکل حل بکنم. دیده میشن اینا به نظر میدید؟ یک بار پشتیبانی یه بار تیپ رو ببینه، اگه نیاز داره بازم درشترش کنید. فقط اینه چه جیبی میتونم از بینش ببرم؟ اینم برام اگر امکانش هستش. خب بچه ها توی دفترتون اینو یادداشت بکنید. این نمیدن توی دفتر این میره حالا باز میگه او ایکس، نگاه کن، او ایکس نیمساز زاویه او است. بچه ها نیمساز، بچه ها نیمساز بچه‌ها نیمساز یعنی خوب دقت کن، نیمساز یعنی زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنی. نیمساز یعنی زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنی. نیمساز زاویه او ای یعنی یه او یک تشکیل میده، اینجا هم یه او دو، یعنی او یک با او دو برابره. اصلا همین الان می‌نویسم او یک مساوی با او دو. چرا؟ جلوش باید دلیلش رو بنویسی. بنویس او ایکس نیمساز. اوکی؟ البته پاره خط نیستش. بذار او ایکس نیمساز. چرا علامت پاره خط رو نذاشتم؟ چون اینه پیش فلش داشت، پاره خط نیست، نیم خط، که نیم خط علامت نداره. اوکی؟ حالا گفته چرا دو مثلث او آ او سی و بی او سی هم نشتن؟ حالت هم نشتی چند بنویس. اوکی بچه ها نگاه بکنیم تو شکلی باید تو دفترتون یاد داشتش کنین. الان نگاه بکن، اینجا یه زاویه قائمه کشیده، اینجا یه زاویه قائمه. زاویه قائمه یعنی من میتونم از حالتهای وزنم استفاده کنم به شرط این که وتر رو بتونم بگم برابره. اگر نتونم وتر رو بگم برابره، مجبورم برگردم رو هم حالتهای سه زرم. سا
سه زل دو زل و زاویه به دو زاویه و زله. الان بچه ها این اگر زاویه قائمه باشه وطن چی میشه؟ بچه ها این او سی رو میبینی؟ او سی او سی وطن دوتاشه. از کجا فهمیدین آقای اکبری اون خط وسطی وطنه؟ ما در تعریف وطن داریم میگیم وطن میشود بزرگترین زل مثلث قائم و زاویه، اوکی. و یه تعریف دیگه هم داشتی، زل روبرو به زاویه 90 درجه. الان این او سی زل روبرو به این چیه؟ زاویه 90 درجه است. زل روبرو به زاویه بی هم هست. بچه نگاه کنید او سی که بطره تو دوتاش مشترکه. او سی یعنی چیه؟ بطره مشترک. اگر لایو قبلی رو ندیدی حتما ببین. ذیل مشترک یعنی چیزی که هم ذیل یه مثلثیه هم ذیل اون یکی مثلث. ذیل وسطی دوتاشونه. ذیل مشترک نیازی به دلیل نداره بچه ها. مثل چی میمونه؟ مثل این که بگیم دیوار خونه، مثلا دیوار حیات، بگیم این دیوار حیات خونه ماست یا دیوار حیات خونه همسایه کناری. هیچ کدوم مال دوتامونه، نیازی به دلیل نداره برای برابر بودنش. میگیم دیوار خونه ما برابر دیوار خونه همسایه بغلیه. چجوری برابره؟ چون دیوارا یکیه. یکی بودن دلیل بر برابر بودنه. حالا نگاه کن وطن مشترکه. به حالت وطن و یک یه به حالت وطن و یک این که زده بیدن بدن چه بکن به حالت وطن و یک زاویه. زاویه هم چی بود؟ او یک و دو که نیم ساز بود. حالا الان در جلوش اسم مثلث ها رو می نویسم. آ او سی هم نهشت با بی او سی. بچه های یاد داشتش بکنیم. اینو بعدا میتونید فیلمش رو استوپش بکنید. من یه چند دقیقه رفتم. حالت امرشتی چی بود؟ وتر و یک زاویه. بیام شکل پایین. بچه ها من از قصد این سوال رو دادم. ببین میگه در شکل مقابل آ او نیمساز زاویه ایکس او ایگرگه. یعنی بازم اینجا او یک با او دو برابره. بچه ها یه نگاه بندازیم به دوتا شکل. چون اینو دیدن بچه ها اشتباه میکنن دوبار آوردنش. نگاه کن بذاری کم شکل کوچیکش بکنم. یکم شکل کوچیکش بکنم بعد درش میگردم وارد قبل. نگاه کنید این شکل همین شکله، فقط به جای که این وری کشیده میشه این وری کشیده شده. یعنی نه حالت هم نشتیش فرق داره، نه مدل حل کردنش فرق داره، هیچیش با هم دیگه متفاوت نیست بچه ها. هیچ چیزش با هم دیگه متفاوت نیست، این هم حل میشن. فقط چون دیده بودم تو امتحان بچه ها اینو من براشون حل کردم، اینو معلم داده بلد نبودم بچه. این همینه، فقط چرخیده. من الان شروع بکنم به حل کردن این نمکیشو میشمانیم. اوکی برمش و دستکش میمونده سخت بکنم این کلن اسپریش کنم. بچه ها وقتی میگه آ و نیم ساز زاویه ایکس و ایگرگه یعنی او یک و او دو برابره. خب همینو دوباره می‌نویسم، میگم او یک مساوی با او دو مساوی با این. چرا؟ اونجا گفتیم او ایکس نیم سازه، اینجا میگیم او آن نیم سازه. هیچ فرقی نکرد. یه بار دیگه چون این 90 درجه است از حالتهای ویزه میتونم برم
و تنش این خط وسطی هست، این دوتا با هم چی هست؟ مشترکن. یعنی OA مساویه با OA مساویه با بتر مشترک. بچه ها فقط یه چیزی بگم، ممکنه خیلی ها تو یاد بگیریم ولی این علامت های زاویه و زه رو نذاریم. بچه ها نصف نمره رو من خودم شخصا معلم هستم نمیدم به کسی که علامت زاویه و پاره خط رو نذاره. یعنی بابت اینکه زحمت کشیده همه رو فهمیده درست نمیشه دلیل ولی اصلا زاویه نکشیده و کجا بدونم اوی گودو نقطه نیستن زاویه هست. این علامت ها برای اینه که شما این مفاهیم رو مشخص کنید. به حالت بتر و یک زاویه، اونایی که فکر میکردن بالایی رو یاد نگرفتن پایینی هم همونه، فقط اسمش فرق داره. بی او آن همنهش او آر سی و سلام. هیچ چیز اضافه تری هم نداره و سلام. بچه ها این قبلی هست، یه چند ثانیه میرم کنار که فیلم بگیره بعدش بریم صفحه بعد. ما شروع بکنیم. قبل از اینکه ادامه بدیم من یه بار دیگه از خانم اکبری که هر روز میادش اینجا و در آموزشگاه رو باز میکنه و زحمت میشه تشکر میکنم. قبل از اینکه بریم سوال بعد، خب الان ها تو گوده شد یه باید یکی آها بچه ها میگی در شکل مقابل او ایکس نیمساز زاویه او میباشد. نشان دهید فاصله هر نقطه روی نیمساز از دو زر زاویه هم انداز است. بچه ها این هم همون سوال بردی هست. به این اینا در نمونه سوال های معلم های دیگه ای که سوال های گذشته دادن کپی کردن که ببینی نمونه سوال های معلم های چجوری ممکنه باشه. بچه ها او ایکس نیم سازه، یعنی باز دوباره او یک رو مرده رو یکی کرده، فقط اضافهش رو خودش نکشیده. دیگه فاصله هر نقطه‌ای که تو پی میگیری از دو تا زل این زاویه یکیه. تو یه نقطه بذار اینا رو بس کن، اینا رو 90 درجهش کن. خب اسم بذار براش آ بی، همون جواب قبلیه رو براش بنویس. یعنی کافیه بدونه این سوال همون سوال قبلیه است، فقط شکلش رو خودش نکشیده. بازم بدتر یک زاویه. نگاه کن الان میگم او یک مساویه با او دو مساویه با چه دلیلی داره؟ چون او ایکس نیم ساز. حالا اینجا میرسیم براش مثلا سی. بعد میگم او سی مساویه با او سی بدتر مشترک. هیچ تفاوتی نکرده بچه ها، فقط شکلش متفاوت شده. در نتیجه بتر و یک زاویه است، بتر بودی بتره این سال قبلی، هیچ فرق از شکلش هم نداره، فقط قرمزی ها رو خودت باید براش بکشی. حالا میگه که اسم مثلث هم چیه؟ خودم اسمارم گذاشتم آ او سی. تو هرچی دوست داری بذار، چه نهی بذار شمنم که افر نمید، هرچی خودت دوست داشتی. هم نهشت با او بی سی و سلام. یه 5 ثانیه میرم کنار که فقط دوربین بگیره، تو صورت سوال رو بنویس بعدا خودت حلش کن. بریم سوال بعد. ما 3 تا سوال دیگه داریم تا این فصل تموم بشه. میگه نقطه O مرکز دایره است. تو جزوه داشتیمش چون مهم بود دوباره تکرارش کردم. مهم میگه نقطه او مرکز دایره و او ان نیمساز زاویه او است. ثابت کنید دو تا مثلث هم نهشته.
فقط بچه ها یادت نره اینجا باید یه نکته استفاده کنیم. ام با پی قائم و زاویه است. چرا؟ چون یه دلیل گفتیم جلسه قبلی تو لایو قبلی این خط بچه ها مماس شده به این دایره ها. نگاه کن، گفتیم خط مماس در نقطه تماس وزنم داره مثل شعر میده. خط مماس در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود است. به این دلیل اینجا 90 درجه است. بقیهش جوابش معلومه. این سوال قبلی O1 O2 میگم O1 مساویه با O2 مساویه با چرا؟ چون O1 نیمسازه. اونجا O1 بود، اونجا O1 جوابا یکیه، هیچ تفاوتی نداره. تو مدرسه هم همینجوری بهت میدن، فقط یه بار تو دایره است یه بار جداست. شکلای دیگر هم تو جزوه حل کردم تو لایو قبلی. برو لایو قبلی رو ببین ببین چقدر دارم تاکید میکنم. توی این کانال تلگرام آموزشگاه هست. ON مساوی با ON این خطه. چیه این؟ این وتر مشترک به حالت وتر و یک زاویه. خودم هم خسته شدم. OMN فقط چون اگر خودت نبینی متوجه نمیشیم از این چند اضافه تر علاقه داریم. OMN هم رهشت با ONP فکر میکنم. این پایینه پیه. بچه ها یادداشتش بکنید. دو سه دقیقه دو تا سوال مهم میخواییم حل بکنیم. خب کافیه، میریم صفحه اوله. میگه ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پار خط باشد از دو سر پار خط به یک اندازه است. یکی از سوالای به شدت مهم نهمیاست. خوب به من دقت بکنید. نهمیاست به شما ممکنه معلم تو امتحان بدون شکل بده که 95% مواقع با شکل بهت میده این سوال. فقط من بدون شکل بهت دادم که خودت اگر خواستی شکلشو بکشی بدونی چجوری کشیده میشه. بچه ها اگر شکلشم بهت بدن همین شکلی رو میدن که من الان دارم میکشم. خوب گوش بده بچه ها. میگه ثابت کنید هر نقطه رو عمود مناسبه یه پاره خط. از اول یه پاره خط بکشم. این یه پاره خط. بعد بچه ها میگه هر نقطه رو عمود مناسبه بذاری عمود مناسبه بکشم. این عمود مناسبه هم نصفش کرد هم عمود. میگه اگر هر نقطه ای رو من روی این عمود مناسب در نظر بگیرم، هر نقطه اینجا در نظر بگیرم، از دو سر پار خط فاصلش یکیه. به تو تو مرحله امتحان هست ممکنه اینم پایین پایین ادامه ندن ها. همین یه تیکه رو بهت داده میشه، تو باید اسم گذاری بکنی. من اسم میذارم، میگم این دیه، این یکی آه، این یکی اچه، این یکی سی هستم. A, B, C خیلی شبیه ای شد یه مقدار. بذاریم خب کنم بکش کنم. این سیه. حالا بچه ها عمود منصف یعنی چی؟ یعنی هم عموده، عمود یعنی 90 درجه، هم نصف میکنه دایره ها شد. خب یعنی هم عمود هم نصف میکنه. یعنی الان مشتی بردارم، یعنی همین دوتا با هم برابرن، چون این خط عمود منصفه این پاره خط رو نصف کرده. همین ها 90 درجه است. میگه به من بگو چرا فاصله این نقطه ای که من الان اینجا کشیدم از دو طرف این یکیه. به من بگو. میگم باشه. یا ممکنه معلمت همینه بده دیگه، ثابت کن دو تا مثلث با هم چی هم؟ هم نهشتن. من اگه ثابت کنم اینا با هم هم نهشتن، اینا با هم چی میشن؟ برابر. آسی با آبی بر آسی با بی سی برابر میشه. حالا یه نکته، 90 درجه داره. آقای اکبری بدوی بریم و به زرا حل بکنیم. وتر یه زل، وتر یه زاویه به شرطی میتونی همون استفاده کنی که وتر رو بتونی بگی برابره.
بدتر رو نمیتونی بگی برابره. چرا؟ چون بدترمون همین آسی و بیسیه که خودش گفته ثابتش کن. چیزی که خودش از من خواسته به من ثابت کن برابره رو که نمیتونی بگی برابره که. حالا خوب گوش بده. پس چیکار میکنم؟ از اون حالتهای زلزام میرم. سه حالتها. یا سه زل یا دو زل و زاویه به یا دو زاویه و زله به. هر چیزی که برابره رو میریزم. H1 و H2 با هم برابر 90 درجه. چرا 90 درجه است؟ چون عمود منصفه. دلیل بعدی. H هم با H2 برابره. ببین الان یه زل گفتم و یه زاویه. آه هم مساویه با اچپیه. چرا؟ چون عمود منصفه. عمود منصف دو تا اطلاعات به ما میده همیشه. پس شد این زل و این زل. چون عمود منصفه با هم دیگه برابرن. اچپ و اشتام چون عمود منصفه با هم برابرن. آقا اکبری دلیل سوم چی میتونه باشه؟ اینا هاش نیای آب و بیو بگی ها آبی با هم برابر نیستن بچه ها CH مساوی با CH چرا CH با CH برابره؟ بچه ها زل مشترک هم یعنی مال هر دوتا مثلث هم ببین الان این CH هم مال این بره هم مال این بره هم برابره آقا اگه برای میتونیم بنویسیم CH1 مساوی با CH2 نه یک و دو مال زاویه است زل یک و دو نداره اوکی؟ حالا میم اینجا آقا اکبری از کدوم حالت رفتی؟ شکل رو نگاه کن یه زل مثال زدی یه زل مثال زدی یه زاویه وسطش یه بار دیگه بگم یه زل یه زل یه دونه زاویه میشه دو زل و زاویه به آقا اکبری من بازم نمیفهمم چجوری باید اینو تعیین بکنم تو نگاه کن اولی که مثال زدی زل یا زاویه است زاویه است دومی زل یا زاویه است زل دومی زل یا زاویه است زل پس نگاه کن دو تا زاد داری یه دونه زره ای حالتش میشه این اسم مثلث ها رو بنویس آ-C-H هم نهشت با C-H-B و سلام چون اینا با هم دیگه هم نهشتن و فاصله هاشون هم یکیه در نتیجه این سی آم آسی هم مساویه با بی سی این دوتا این دوتا هم گفتیم که گفته فاصله دو سر پارخ ها یه اندازه باشه من هم نهشتشون رو گفتم اثبات کردن که با هم برابرن بچه ها یکی دیگه تقریبا 15 ثانیه میرم کنار که هم فیلم بگیره هم خود صورت سوال رو بنویس بعد که فیلم رو دیدی دوباره جوابش رو یادداشت کن که مجدداً باید بهش رجوع کنیم جاخالی هاست فقط جاخالی ها میمونن که اول جزوه نوشته شده که مشق خودت باشه کاملش کن من هم تمرین اضافه تر میذارم جلسه بعد قبل از این که ما بخوایم فصل جدید رو یاد بدیم اونا رو شروع بکنیم فکر کنم برای امروز هم کافی باشه که فصل کامل تموم شد یه فصل هفت میمونه که زیاد چیز خاصی هم نداره فقط دقت کنیم دیگه ثابت کنید هر نقطه روی نیم ساز زاویه باشد از دو ضلع زاویه به یک اندازه است ببین من یه زاویه میکشم اینم نیم سازش اسم اینو میذارم او او یک او دو اینم نیم سازش اینم یه نقطه روی این شکل از دو سر زاویه چیه؟ به یک اندازه است اسم اینو میذارم H اسم اینو میذارم C اسم اینو میذارم A این شکل برای ناشنا نیست؟ همین الان 200 مدلش رو حل کردن تو مثال قبلی 5 مدل همین حل شد همین دقیقا هم همین فقط اینو به صورت چی نوشته؟ متن تو خودت هم باید شکل رو بکشی
ممکنه شکل ازت بخوان، ممکنه ازت نخوان. حله؟ اینو جوابش تو سوالات صفحه به قبلی که حل کردیم بود، همینه که حل کردیم. میگیم او اچ با او اچ بطره، او یک او دو برابرم بطر به یک زاده. بچه‌ها ممنونم ازتون که تا الان با ما بودین. من مثال اضافه تر براتون خواهم گذاشت. تو خونه بمونید، ویدیو رو چند بار ببینید، چند بار. بعد بچه‌ها به ما پیام میدن میشه آیا اکبری یه بار دیگه درس بده؟ بچه‌ها ویدیو رو چند بار ببینید، همون اتفاق میفته، تفاوتی نداره. دو سه روز دیگه فرصت به ما بدید که فایل‌ها رو ادیت بکنید. مثلا همین تدریس الان من 2 گیگ شده. این 2 گیگ رو دوستانمون حجمش رو کم میکنن و ببینه که کیفیت بیاد پایین، برای که شما بتونید تو گوشیتون ببینیدش. برای همین صبر بکنید، به دوستاتون که ندارن بگید لایف رو ببینن. لایف 4 ساعت بیشتر نمیمونه. بچه‌ها به من پیام میدن آقای اکبری لایف مثلا 2 روز دیگه، فرض کنید الان سه‌شنبه است، پنج‌شنبه من پیام میدن آقای اکبری لایف قبلیه رو چرا رفته؟ بچه‌ها لایف 4 ساعت بیشتر اینستاگرام نمیمونه، ما حذفش نمیکنیم، خود اینستاگرام برمی‌داره این فایل‌ها رو. خواهشی که ازتون دارم به دوستاتون بگید زودتر ببینن یا 3-4 روز صبر بکنن و تا فایل ما آماده بشه حدودا 100 مگیه. حتما نگاه بکنید، به دوستاتون هم بسپارید که تا فردا تا دارید برداشته نشده ببینن. این سوالا رو مثال براتون گذاشتم، چند تا تمرینای خود جزوه هم حل بکنید. ممنونم که ما نگاه کردید. از مدیریت مجموعه های پور جباری و آموزشگاه پژواک که زحمت میکشم، خصوصا مشاورین عزیز آموزشگاه به غیر از آقای بیک محمدی و فقط آقای بیک محمدی هم سپاسگزارم. تشکر ازتون، خدا.